پس از نزدیک به 50 سال سیاست، جو بایدن به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Congratulations, Mr. President. این عضو حزب دموکرات در زمان رهبری ایالات متحده را در دست می‌گیرد که این کشور درگیر یک بحران سیاسی عمیق است. رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ با شکستاندن تمام سنت‌های مدرن از پذیرش پیروزی بایدن در انتخابات انکار کرده. در 6 جنوری پس از آن که ترامپ طرفداران خود را به راهپیمایی تشویق کرد، گروه خشمگین آنها به ساختمان کنگره هجوم بردند. آن هم در زمانی که اعضای کنگره می‌خواستند بالای نتیجه انتخابات ماه نوامبر مهر تایید بگذارند. بایدن بر ضد این اقدام خشونت‌بار سخن گفت و آن را تروریسم داخلی عنوان کرد. اکنون دموکراسی ما مورد تهاجم بی‌سابقه قرار گرفته که نظیر آن را در این عصر ندیده ایم. حمله بالای نماینده های مردم، بالای پلیس کانگریس که برای حفظ جان آنها سوگند یاد کرده و حمله بالای خدمتگزاران مردم که در قلب جمهوریت ما کار می کنند. At the heart of our republic, an assault on the rule of law, like few times. این حمله بی سابقه بالای حاکمیت قانون ماست. از رئیس جمهور ترامپ میخواهم همین اکنون در تلویزیون ملی ظاهر شده سوگند را که یاد کرده بجا کند، از قانون اساسی دفاع کند و خواهان پایان این محاصره شود. And demand an end to this siege. چند روز پس از انتخابات 3 ماه نوامبر، زمانی که رسانه‌های آمریکایی بایدن را برنده اعلان کردند، او گفت برای متحد ساختن آمریکا تلاش خواهد کرد. تعهد می‌کنم رئیس جمهور باشم که برای متحد ساختن مردم تلاش کنم، نه برای متفرق ساختن آنها. کسی که ایالات سرخ یا آبی را نه، بلکه ایالات متحده را می‌بیند. جوزف آر بایدن جونیور در شهرک صنعتی سکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده، شهری که در جریان کمپاین انتخاباتی خود دوباره به آن سفر کرد. پدر او در کنار کارهای دیگر فروشنده موترهای دست دوم هم بود. خانواده‌اش با مشکلات اقتصادی زیاد دچار بوده. پس از دریافت دیپلم در بخش حقوق، بایدن از ایالت دلاور خود را به مجلس سنا کاندید کرد و برنده شد. او که در آن زمان 30 سال عمر داشت، یکی از جوانترین سناتوران دوران خود بود. او برای 36 سال در همین موقف باقی ماند و با موقف‌های چون رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا به چهره شناخته شده در جهان مبدل شد. اما بیشترین مردم او را به حیث معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما می شناسند. جو بایدن دو بار پیش از این هم تلاش کرده بود از سوی حزب دموکرات به حیث کاندید انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود، در سالهای 1988 و 2008. بار نخست پس از آن از رقابت پا بیرون کشید که آشکار شد در سخنان و یک رساله اش در فاکولته حقوق اطلاعات را بدون ذکر منبع اصلی آن به نام خود ارائه کرده بود. بار دوم هم موفق نبود، اما راهش به معاونیت ریاست جمهوری باز شد. موقفی که میان آمریکایی های سیاه‌پوست و محبوبیت او افزود. در یکی از کمپاین هایش بایدن خود را رهبری معرفی کرد که می تواند آمریکا را متحد سازد. کمپاین ما با استاب تنوع در این حزب و در این کشور است. چنین باید باشد، زیرا نیاز است همه را گرده هم بیاوریم، همه را. بایدن در اوج همگیری ویروس کرونا که تا به حال جان بیش از 375 هزار نفر را در آمریکا گرفته، رهبری ایالات متحده را به دوش گرفت.
او یک برنامه بلند پروازانه را زیر نام بهتر از نو بسازیم در نظر دارد که هدف آن احیای دوباره اقتصاد آمریکا پس از بحران ویروس کرونا است. این برنامه متمرکز بر سرمایه گذاری در بخش‌های رسیدگی به کودکان، صحت و آموزش بوده و هدف آن ایجاد 3 میلیون فرصت کاری است. بایدن همچنان تعهد کرده که پروسه تطبیق واکسین کرونا را سرعت بیشتر ببخشد. We've had 4,000 deaths. تنها دیروز 4,000 قربانی داشتیم. 4,000 و ارقام در حال افزایش است. نگرانی شماره یک من این است که ویروس را تحت کنترل بیاورم. تعهد می کنم که 100 میلیون نفر را در 100 روز اول کاری خود واکسین کنم. در امور بین المللی بایدن گفته که هدفش این است آمریکا را به صدر میز تصمیم گیری ها برگرداند. بعضی موضع گیری های او در امور بین المللی از جمله طرفداریش از حمله بر عراق در سال 2003 از محبوبیت او در حزب دموکرات کاسته است. در کمپاین فعلی بایدن به برگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران تمایل نشان داده. این توافق فعالیت هسته‌ای ایران را محدود می‌سازد و تحریم‌ها بر تهران را کاهش می‌دهد. دونالد ترامپ در سال 2018 آمریکا را از این توافقنامه بیرون کرد. بایدن همچنان موقف تندی در برابر روسیه اتخاذ کرده و نقش مسکو در برخوردهای اوکراین و مداخله احتمالی آن در انتخابات سال 2016 آمریکا را محکوم کرده است. همچنان انتظار می رود بایدن رابطه آمریکا با همپیمانهایش را که به باور منتقدینش با پالیسی نخست آمریکا از سوی ترامپ آسیب دیده دوباره احیا کند. بایدن میگوید اولویت اصلی او در سیاست خارجی این است که همپیمانهای آمریکا در ناتو را اطمینان دهد که اگر برنده شود فردای همان روز با رهبران همپیمان تماسهای تلفنی خواهد گرفت. مانند دونالد ترامپ بایدن هم با ادعاهای بدرفتاری مواجه شده. چندین بانویی که در گذشته همکار او بودند بایدن را به بدرفتاری متهم کرده و یکی از آنها او را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده است. اتهامی که بایدن آن را رد می‌کند. جو بایدن همچنان به خاطر نقش پرمنفعت پسرش هانتر بایدن در هیئت رهبری یک شرکت گاز اوکراینی به نام بوریسما هنگامی که خود او معاون رئیس جمهور بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر نوع خلافکاری مربوط به اوکراین را رد کردند، اما پسرش گفته است که پذیرفتن این موقف یک اشتباه بود. در سن 78 سالگی بایدن پیرترین شخص است که به حیث رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند. در گذشته اشتباه های غیر عادی را مرتکب شده و منتقدینش توانایی و صلابت او را زیر سوال بردند. اما بایدن این انتقاد را هنگام کمپاین های انتخاباتی در مقابل ترامپ رد کرده است. فقط باید انتظار بکشید و ببینید. من هم بی‌صبرانه انتظار میکشم تا قدرت فهم خود را با قدرت فهم مردی که با او رقابت میکنم مقایسه کنم. بایدن کامالا هاریس سناتور از ایالت کالیفرنیا را که در گذشته سارنوال ایالتی بوده به حیث معاون خود برگزیده. هاریس دختری از والدین مهاجر است. پدرش از جامائیکا و مادرش از هندوستان. او در تاریخ آمریکا نخستین زن با جلد تاریک و سومین زن است که به حیث معاون یک کاندید از حزب مهم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده.